طفل مسکین در سرک از تو کثیری کمپل است، با لباس گرم پشمی زیر پایش مخمل است. گرکه هایی در سرک بین تو طفل بی پدر، دست و پایش یخ گرفته، لب و رویش چتل است. گر نمیتانی خری جفت لباس نو به او، آن لباس کونه هم بر وی مثال افضل است. عرض سلام با مهر و محبت خدمت تک تک شما بیننده های عزیز برنامه مهمان ناب. خوشحالم که در این هوای سرد در خدمت شما هستم با یکی دیگر از برنامه هایی که از طریق تلویزیون جهانی دنیای نو بیننده هستیم. امشب هم مهمان داریم، یک مهمان عزیزی که همه شما باید بگم با چهره عزیز، با خدماتی که داشتن، با خدمتهایی که کردن آشنایی کامل داریم. این مهمان ما کی هست؟ شما رو منتظر نمیگذارم، میخوایم یک معرفی داشته باشم. جناب عبدالله جان اکبری، فرزند شهید غلام یحیی اکبری سیاوشانی. بریم ببینیم که او قسمی که شما برداشت کرده بودین و برنامه های نا که دیده بودین، برنامه های کارینا که جدی بودن، ولی نه، خیلی صمیمانه، خیلی دوستانه با همدیگه صحبت های داریم، میگیم، میشنویم. همراه ما باشین. بله بیننده های عزیز برنامه مهمان ناب، اومدیم در کنار مهمان عزیز خو، میخواییم یک معرفی کامل داشته باشم. بفرمایید. خیلی خوش آمدین. سلامت باشین. الحمدلله الذي انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اولا عرض سلام و احترام و هزاران درود و سلام خدمت بیننده های محترم تلویزیون دنیای نو و برنامه مهمان ناب، خدمت محضر شما و بسندگان شما و دوستان شما تقدیم میکنم. نامم عبدالله اکبری تخلص ماست، فرزند شهید غلام یحیی اکبری سیوشانی، از ولسوالی گذر آزادگاه ما و قریه سیوشان، متولد 1360 و فعلا رئیس شهرسازی و مسکن هرات است. بسیار خوب. بیننده های عزیز ما که آشنا بودن، بیشتر آشنا شدن با شما، از زندگی شخصی بگین، ازدواج کردین نکردین؟ بله، یک ازدواج من سال 1385 شد و ازدواج بعدی سال 1398، هنوز فتح صورت نگرفت. ما در کوهستان و در سنگر جهاد بودیم و نصیب بود بالاخره ازدواج دوم هم صورت گرفت. سمرش 6 اولاد دارم که 2 پسر هست و 4 دختر دارم. فرزندای پسر چند ساله هست؟ اتفاقا بچه های اول ما دختر شد. دختر خدا هم به ما داد. باز بعد از یک پسر دارم که تقریبا 5 ساله شده. بله. و سپس باز یک پسر دیگه خدا هم به ما داد، او هم نزدیک به 2 سال عمر داره و یک دختره که خود دارم. خداوند ببخشونه. شما این دقیق گفتین به سن و سال برای شما نمیخوره دیگه، چند ساله هستین؟ متولد 61 همینطور. تقریبا 40 نه دارم کمتر میخورد برای شما. خب از تحصیلات بگین برای ما. والا دوره ابتدایی و متوسطه ما در ایراد خواندیم، بعد باز مهاجر شدیم. بله. دوره امارت تحریک اول که بود، باز یک مقدار اونجا خواندیم، باز برگشتیم. بعد از برگشت باز پدر ما خیلی مصروفیت زیاد داشت، ما هم باید همکارشان همکاری میکردیم در ریاست حفظ مراقبت سرک ها فواید عامه که بود. باز بعداً رو آوردیم به کورس ها و دروس شخصی مثل انگلیسی، کمپیوتر و زبان و دیگه ریاضی.
کورس ها. بعدن باز سند فراغت یا دیپلوم رو همینجی گرفتیم به ایراد. باز بعدن در خلال همین انقلاب شرایط پیش آمد و اتفاقا همین موضوع دروس آنلاین هم یک کمکی بود برای ما دیگه. باز بعدن خواندیم حقوق علوم سیاسی و نزدیک است که تمام شود، شاید که در همین چند روز آتی خیلی نزدیک انشاءالله سند ما به دست ما برسه. از ریاست شهرسازی و مسکن برای ما بگین، چون زبان زد مردم هرات شده، از او برای ما بگین چی کارا، چی فعالیت های دارن و چرا روز به روز موفق تر میشین، دلیلی چه؟ البته ریاست شهرسازی و اراضی بود ابتدا. بله و بیشترین فعالیت هایی که بود در بخش اراضی شد. بله. به همون خاطری که اراضی ارتباطش با مردم زیاد هست، مراجعین زیاد داشت اون زمان، فعالیت های ما در بخش اراضی بود و در بخش مبارزه با غصب املاک بود. با قاسبین هم یک چند روزی دست پنجه نرم کردیم و همین اکنون هم عضو رسمی کمیسیون مبارزه با غصب املاک دولتی هستیم که از طرف امیرالمومنین صاحب این کمیسیون تأسیس شده در همه ولایات که ریاستش به عهده ریاست زراعت هست و چندین ارگان دیگه مختلط هستن از ارگان ها. بعدن تغییراتی در مرکز ایجاد شد که اراضی مدغم شد با ریاست زراعت و مسئولیتش با آنها شد. فعلا وزارت ما وزارت شهرسازی و مسکن نامگذاری شد، نامش هم تغییر کرد. در کل ریاست شهرسازی و مسکن کارش کلن پلانسازی است. ما پلانهای استراتژیک شهری، پلانهای تفصیلی شهری و ولسوالی ها رو میسازیم و بعدا اونها رو به خاطر تطبیق به شهرولی ها ارائه میکنیم. بعد از اینکه تصویب بشه، بعد از اینکه به مرکز میره، از وزارت تصویب میشه، میاد در اختیار شهرولی ها قرار میگیره که شهرولی ها او رو تطبیق کنن. که البته متاسفانه در سالهای قدیم تطبیق ضعیف بوده و ما شاهد از این هستیم که مشکلاتی در شهر، بخصوص شهرها، بخصوص شهر هرات که یک شهر پرجمعیتی و روز به روز هم تراکم جمعیتش به خاطر مهاجرت ها زیادتر میشه. تطبیقش ضعیف بوده، متاسفانه مشکلاتی هست. از اون خاطر قبلا در همین اواخر حکومت قبلی پلانی درست شده بود که او اتحاد به نام اتحادیه اروپا تمویل میکرد و انجینر صاحبا بودن از پانتون، از ادارات مختلف، از شهرسازی و شهربالی و آبرسانی و ادارات مختلف که اینها برنامه بهسازی نواحی شهری رو دست گرفته بودن. و وقتی که امارت اسلامی آمد ما همون پلان رو دنبال کردیم، صرفا دوباره او رو براه انداختیم و الحمدلله موفقیتی که به دست آمدی بود که هفت ناحیه شهر پلانهایش آماده شد، تصویب شد از طرف وزارت شهرسازی و مسکن، تایید شد و آماده شده برای تطبیق که فعلا به شهرولی سپرده شده که در قسمت تطبیق از اونا کار میکنن و هشت ناحیه دیگه زیر دست ما هست. همچنان ریاست شهرسازی و مسکن در این اواخر فعالیت های زیادی در بخش های دیگه هم داره. مثلا ما پلن معابر خارج از شهر روی دست گرفتیم که حتی همین دیروز که روز جمعه هم بود ما رفتیم به ساحه و از نزدیک منطقه پروانه تا بند پاشتان در اون منطقه ما دیروز که جمعه هم بود امروی انجینر صاحبای پانتون و کادر تکنیکی ریاست شهرسازی و مسکن رفتیم. ما به اون سایه که قرار است در آینده اونجا با یک جاده حلقوی یا سرک بایپاسی داشته باشیم و همین فعلا ما روی معابر خارج از شهر کار میکنیم، مثلا در غرب شهر کار میکنیم در قسمت جبرئیل و سرک چی اسلام قلعه و همچنین سرک پل هاشمی و همچنین پل مالان، سرک پل بولان و همچنین سرک آسیاب کروخی که گفته میشه در قسمت شرق از او جاده دیگه در آینده در نظر است که به پسته کهریزک وصل بشه و از اونجا وصل بشه به بند پاشتان و از اونجا وصل بشه به سرک ترغندی که تریلی ها و تیلرهای باربری از مسیر شرق منحرف بشه که به خاطر اینکه ازدحام از شرق خلاص بشه. بله، هر صحبتی که از پیشرفت میشه، از ترقی افغانستان میشه، از آبادی افغانستان میشه، آدم انرژی میگیره. مطمئنم شما عزیزایی که
در هر کجای کره خاکی که هستید صحبتهای جناب آقای اکبریر که شنیدین لذت بردین. بله بیننده های عزیز، میریم از خاطرهای جناب آقای اکبری میشنویم. یه خاطره خوشی از اون دوره قبلی بره ما بگین. البته خاطرات خود زیاد است، ولی دو تا صحنه در فتح هرات خدمت شما عرض میکنم. یکی بود که ما وقتی که پلن جنگ هرات ریخته بودیم که شهر هرات بالاخره فتح بشه یا ولایت فتح بشه، در اون روزا یکی دو ولسوالی تقریبا فتح شده بود و مجاهدین عزم خیلی خوبی داشتن برای از اینکه جنگ ها رو گسترش بدیم. ما وقتی که ما پلن درست کردیم، پلن به این صورت بود که ما جنگ در شهر زیاد نکنیم، ما در اطراف شهر مستقر بشیم و جنگ های پراکنده صورت بگیره تا اینکه دشمن که مایوس شده به مایوسیتش افسوده بشه و شهر بدون جنگ رها بکنه. به چند دلیل، به خاطر از اینکه مال تجاری مردم از بین نره، ادارات دولتی به هم نخوره و خدای نکرده مال و اموالش از بین نره، چور نشه یا نوزدی نشه، دکان های مردم تخریب نشه و از همه مهمتر تلفات ملکی زیاد نشه، که خوشبختانه همینطور هم شد. نه از مجاهدین زیاد تلف شد، نه از دولتی ها تلف شد، ما هم نمیخواستیم که اونا از بین برن، چون روزهای آخر بود، دیگه نیازی نبود که کسی کشته باشه، خونی ریخته باشه. کوتاه بگین وقتای بیکاری خور مصروف چی هسته؟ والا اگر به شما بگم که وقت بیکاری نداریم که شاید باور نکنه. خب ولی بیکار که میشم دو چیز، دو کار انجام بدم. یکی مطالعه است. بله. البته در یک سال متاسفانه مطالعه آنچنانی نکردم، واقعیت بگم که نرسیدم. از فضای مجازی چه قصه؟ و دومی که نگاه کردن فیلم است. خب بله. فیلم علاقه داره. با فیلم های مستند و علمی خیلی علاقه دارم. یعنی اگر فرصتی پیدا بکنم بعد از مطالعه حتما فیلم های مستند و علمی نگاه میکنم. بله. خیلی از عزیزا با نتیه و نشدهای شما آشنایی کامل دارن. من شما رو خواستم یک دفعه غافلگیر کنم، ببینم آمادگی دارن یک کوتاه ببینندهای عزیز اکرانده شما و شنوندهای عزیز لطف دارن. البته من تخصص آنچنانی در آوازخوانی ندارم، اما در همه وقت کمبود احساس میشد. کسی نبود که اشعار انقلابی و اشعار مذهبی و اشعار جهادی بسرایه، بوام به شکل درست و علمیش. باز نیاز بود. بالاخره داستان از او خیلی طولانی است که بگم از کجا شروع شد و به چه شکل شروع شد، ولی در کل از بچگی به تلاوت قرآن کریم و سرودخوانی علاقه داشتم. و باز یک تعداد شاید 30 تا 35 عدد باشه کارهای ساختیم، کارهای استیدیوی بود. البته من تجربه اجرای زنده خیلی ندارم، باز هم یک نشیدی هست. توفه تقدیم بیننده های برنامه مهمان ناب که هم اکنون از تلویزیون جهانی دنیای بیننده هستن تقدیم کنین. چشم، حتما یک نشیدی هست، عنوانش هست ملت آزاده. بله. بله. ملت افغانستان است که ملت آزاده. بله. بیننده های عزیز شما رو منتظر نمیگذاریم. زمیر از نور دین، حریت با اصل و بنیادش عجیب، آمدن افرنگ و شرقیان زدون، در پی انفال این ملت بزور، در پی اخفال این ملت بزور،
وقتی لاجرم بازگشتن با زمین افکند خم ملت افغان نشد تسخیر غم هر که آمد تاز ما گیرد اجیر بردگانی خود فروش و بی زمیر اون هزم شد داعی صلح و گذشت سر به سر شد لاشه ها در کوه و دشت ملت ما ملتی سر بر کف است جملگی در خط پیکار هم صف است نور اسلام